سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا، امروز اومدم راجع به این صحبت کنم که چجوری هم درس بخونیم هم کنارش ورزشمون رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدیم. اول میخوام کلن داستان زندگی خودم رو بگم، راجع به درس خوندن و ورزش کردن و چجوری مسابقات میرفتم، همزمان درس میخوندم و از دبستان تا دانشگاه. خب اولش که موقعی که دبستان بودم، فکر کنم چهارم پنجم دبستان، مسابقات کشوری شرکت کرده بودم و تازه لیگ بازی میکردم و دیگه استانی هم که قبلش بازی میکردم، حالا استانی خب دیگه توی شهر خودم بود دیگه و مشکلی نداشتم، ولی کشوری که دیگه شروع شد، من مامانم باید میومد اجازه میگرفت مدرسه که من غیبت کنم که بتونم برم تهران برای لیگ کشور. خلاصه که خیلی سخت بود و به مدرسه اجازه نمیداد و اصلا برشون تعجب بود، میگفتن یعنی چی مثلا نمیشه که مثلا نباشه سر کلاس، اصلا یعنی چی مثلا ورزش خود مدرسه نیاد اینجوری. بعد این شدش که بالاخره به هر صورتی شد، من مثلا مامانم اجازه میگرفت دیگه برام که غیبت کنم و بازی کنم توی مسابقاتم. بعد که خب مثلا از مسابقه برمیگشتیم، یادمه که من با ریاضی خیلی مشکل داشتم، کلن هم ریاضی من اصلا دوست نداشتم اصلا، یعنی اصلا از همون بچگی از اون مسئله های ریاضی اینا خیلی بدم میومد، اصلا خیلی سخت بود برام کلن ریاضی. بعد آقای چیه معلم ریاضی سختگیرم داشتیم، بعد اونم چیز کرد، گفتش که بیا پای تابلو. بعد اینکه مثلا برگشته بودیم، منم که هیچی بلد نبودم، اون درسم که یاد داده بود اصلا نبودم و اینا، دوستم نداشتم و رفتم پای تابلو. خدا یا یه مسئله نوشته بود مثلا بلد نبودم حلش کنم، مثلا هیچ ایده‌ای راجبش نداشتم، خدا یا من چیکار کنم این دیگه چیه. بعد چند گرفتم، فکر کنم 3 بهم داد، 2 یا 3 بهم داد اینجوری شد. بعد یه بار دیگه هم دوباره یه روز دیگه مثلا منو برد پای تابلو، سوال پرسید و اینا، دوباره من مثلا بلدم، دوباره مثلا نمره پایین گرفتن، دیگه گفتن که مامانش بیاد مدرسه و از این حرفا. خلاصه که دیگه یه جوری مثلا حل و فصل میشد دیگه. بعدم مثلا نمره هم اینجوری نبودش که مثلا بچا صفر بگیرم یا مثلا تک بیارم و اینا، مثلا نمره ها به جای که مثلا اون موقع همه 20 میگرفتن، مثلا من 18 میگرفتم، مثلا 18 و نیم 19 میگرفتم اینجوری، مثلا 20 نمیشدم مثلا. من یادم همه دوستام 20 میگرفتن اینجوری. حالا کلن دوران مدرسه رو مثلا چجوری درس میخوندم، خب من خیلی باشگاه میرفتم دیگه، خیلی تمرین داشتیم، میمدم یادمه که حتی کتابم رو تا توی رختکن باشگاه هم با خودم میبردم، اونجا مثلا بین تمرین یا میمدم دو خط میخوندم یه صفحه میخوندم میرفتم اینجوری. بعد مثلا مسابقه میرفتیم، من کتابمو با خودم میبردم توی راه رفت و برگشت و اینا که میخوندم هیچ، روز مسابقه هم وقتی که مسابقه هم به محض اینکه تموم میشد وایم سادم به درس خوندن، اینجوری بودش. خلاصه اینم از این. آقا رفتیم و رسیدیم به اینکه من تعیین رشته کردم، اول دبیرستان که هیچی، دوم دبیرستان که من هنرستان ثبت نام کردم، رشته فنی حرفه‌ای و رشته هم صنایع شیمیایی بود، یه رشته بودش که کلا توی اصفهان هم دو تا مدرسه داشتش و خیلی هم جدید بود و اینا، مثلا برای من مثلا یه رشته جدید که حالا رشته صنایع شیمیایی چیه، کلا راجع به شیمیه و شیمی عمومی داره، تجزیه داره، عالی داره، معدنی داره، یه سری کارگاه ها داره مثل انتقال حرارت، مکانیک سیالات، از این چیزهای اینطوری. بعد آقا من انتخاب رشته کردم و رفتم اردو، یعنی یک روزم من مدرسه نرفتم، یعنی نه من معلم ها رو دیدم نه اونو من رو دیدم، دری خط بدونم رفتم اردو. این موضوع مال 10 سال پیشه، برای مسابقه جهانی کولومبیا بودش که رفتم اردو، نوجوانم بودم، چقدر موقع تو اوج بودم. بعد خلاصه که آقا حالا اردومون چی شد، اینجا رو داشته باشیم. اردو 10 روز به ازام گفتن که باید تیم رو کمش کنیم، به خاطر اینکه خب دور بود و پول مثلا پول بلیط و اینا زیاد میشد در هر نفر، رو اومدن که تیم رو مثلا کم کنن. بعد هم گفتم خب آقا همون اول به ما میگفتیم، من دقیقا مدرسه همون میرفتم، از اون برم استرس مدرسه همون داشتم که بای من اصلا این رشتهی که انتخاب کردم اصلا چیه، من اصلا یه روزم نبودم سر کلاس. بعد اومدن 10 روز به ازام انفرادی ها رو فرستیدن خونه، گفتن که فقط تیمی ها توی الان توی اولویت هستن و فقط تیمی ها رو میفرستیم و یه نفرم از داخل همون تیمی میذاریم انفرادی بزنه.
حالا ولی خب من اون موقع نوجوان بودم و فقط انفرادی بودم، تیمی هم نداشتم. ولی خب اعزامم نشدم، خیلی هم کارم خوب بود اون موقع، ولی خب حالا نشد دیگه. حالا این به کنار، هیچی. موقعی که اومدم خونه چقدرم گریه و زاری کردم، خیلی گریه کردم، از این گریه ها که به حقیق بیفتی اینجوری. بعد اومدم، امتحانای ترم میان ترم بود، امتحانای میان ترم من رسیدم، یعنی فکر کن انتخاب رشته کنی بعد برای امتحانای میان ترم برسی. حالا میگفتم خدایا، اصلا هیچ ایده ای نداشتم اصلا شیمی چیه. گفتم بذار معلم خصوصی بگیرم. بعد معلم خصوصی هم پیدا نمی کردم. چرا؟ چون که من مثلا معلم شیمی عالی میخواستم. اکثرا معلمایی که مثلا شیمی بودن، شیمی عمومی رو مثلا یاد میدادن، نه شیمی های مثلا تخصصی و دیگه جدا و اینا. بعد این شدش که من نتونستم معلمم پیدا کنم. آقا یه روز شد که دیگه گفتم مرجون خودتی و خودت، واقعا هیچی نیست که به تو اینا رو یاد بده. نشستم گفتم بذار کتاب رو باز کنم، خودم بشینم بخونم. کتاب رو باز کردم و خیلی هم برام سخت بود و واقعا یه سری چیزا رو و مباحث رو اصلا نمیفهمیدم. خب یه چیز کاملا جدید بودش دیگه، این آرایش های الکترونی و شکلاشون و اصلا. بعد مثلا شیمی معدنیمون اینجوری بودش که آرایش های الکترونی سه‌بعدی و یه همچین چیزایی داشتیم که من اصلا نمیفهمیدمشون، ولی همینجوری میخوندم که سریش هم شاید مثلا حفظ میکردم، ولی شاید مثلا هیچ درکی ازش نداشتم. خلاصه آقا اینو میخوام بگم، رسیدیم به امتحانا. من امتحانام چی شد؟ نمره هام خیلی خوب شد. نسبت به چی؟ نسبت به اینکه کلا نبودم. بگم مثلا یکی انتخاب رشته میکنه بعد میاد امتحانشو بده، اینجوری بود. نمره مثلا شیمیه، نمیدونم شیمی تجزیه بود یا شیمی عمومی بود، شدم 16. خب بعد ریاضیمو شدم 14، بعد 14 یا 15. بعد ولی یادم مثلا شیمی عالیمو خیلی مثلا برام سخت بود و نفهمیده بودم و اینا، مثلا شدم 11، ولی دوباره ازم یادم امتحان گرفت 17 شدم دومین بار. بعد آقا معلم من اومد گفتش که تو چی جوری، بیا اینجا سلحشو ببینن، تو چی جوری این نمره رو گرفتی، تو تقلب کردی، نمیشه که مثلا تو چی جوری تونستی که کلا نباشی و معلم خصوصی هم نگرفتی و شد مثلا نمرت شده 16 از بقیه بچه هایی که بودن، از خیلیشون بهتر شد. اینا آقا دیگه نمیدونستن سلحشوری زرنگه. گفتش من میخوام دوباره از تو امتحان بگیرم، من میدونم که تو تقلب کردی، فکر میکنم تو تقلب کردی. من گفتم خب باشه خانم بگیر دوباره ازم امتحان بگیر و اینا. آقا این شدش که حالا گذشت دیگه، تو طول سال، بقیه سال که دوم هنرستان بودم، دیگه معلم ها فهمیدن که نه مثلا سلحشوری واقعا درسش خوبه، مثلا خودش واقعا درس میکنه اینا، دیگه به من اعتماد کردن. دیگه سال بعد که میرفتم اردو، اصلا اینجوری بودش که حتی مدرسه مثلا به این میگفتش که تو اصلا نمیخواد نامه بیاری از مثلا فدراسیون و اینا، گواهی بیاری برای غیبت ها تو مسابقه تو اینا که نیستی. دیگه مثلا بهم اعتماد کرده بودن و دیگه از اونجا به بعد خداییش خیلی با هم کنار اومدن و منم خیلی راحت درسم گذروندم و رسیدیم به دانشگاه. دانشگاه کاردانیم خب برای کنکور، حالا چون خیلیاتون هم کنکوری هستین، راجب کنکورم بگم که من چی کار کردم. برای کنکور من یادمه که برای کاردانیم وقت کردم و خوندم، مثل خودتون که مثلا تست میزنید و نمیدونم کتابا رو میخونید و از این چیزا، منم این کار رو کردم و فنی حرفه‌ای تهران قبول شدم. اردوی نرفتم، ولی فکر کنم نمیدونم ترم 4 یا 3 یه اردو رفتم، که خب چون اردو هم تهران برگزار میشد، منم دانشگاه تهران بود دیگه راحت بودیم. یادم با بچه های دیگه هم که دانشگاهشون تهران بود نشستیم به درس موندن، حالا چجوری مثلا ما فکر کن ساعت 9 شب که دیگه تمام تمرینای اون روز تموم شده بود و تمرینای تکواندو و شام هم خورده بودیم و دیگه بعد دوش میگرفتیم و کارمون رو میکردیم، حالا تازه ساعت 9 شب می‌نشستیم به درس موندن که صبحش امتحان داشتیم، اینطوری امتحان پایان ترم رو بعد میدادیم دیگه. همونجوری تو اردو درس می‌خوندیم و می‌رفتیم صبحش امتحان میدادیم و برمیگشتیم می‌اومدیم تمرین و یه اردو هم اینجوری گذروندیم، اونم اوکی بود.
بعد مثلا من یادمه که نمره های دانشگاه کاردانیم خیلی خوب شد. مثلا تخصصی هامو من 19 و 20 میگرفتم، من شیمی فیزیک هم مثلا من 20 میگرفتم، اینطوری خیلی نمره هم خوب میشد و واقعا هم علاقه داشتم خیلی. بعد خلاصه رسیدیم به، یادمه توی اردو بودم که بعد کنکور برای کارشناسی میدادم، چون فنی حرفه‌ای دوبار بعد کنکور بدی دیگه، بعد برای کارشناسی کنکور میدادم. توی اردو نشستم به تست زدن و همونجوری مثلا سعی میکردم بخونم و اینا، ولی باز مثلا نمیشد، مثلا خیلی حوصله‌ام نمیشد. این یک دو، اینکه اصلا وقت نمیشد، مثلا آدم خسته میشه، چجوری خسته حال بشه برای کنکور بخونه. خلاصه که خوندم، یه دونه تهران رو زده بودم، یه دونه اهواز رو، که اهواز قبول شدم کارشناسی من، و ولی خب اهوازم خیلی مثلا با هم دانشگاه کنار اومد و دو ترمش رو کلا نبودم، فقط رفتم امتحانا رو دادم. مثلا بچه ها امتحاناشون رو داده بودن، من که صحبت کردم اوکی بودن، نامه مثلا میبردیم دیگه، من تنها میرفتم امتحانم رو میدادم، مثلا دو تا امتحان توی یه روز. بریم سراغ این که یه هم سوال خودتون رو جواب بدم، حالا جدا از تجربه خودم این که چیکار کردم. وقتی که شما دانشجو باشید و برید توی اردو، خود کمیته المپیک و فدراسیون مستقیم به دانشگاهتون نامه میزنه که مثلا اون غیبتتون موجه باشه، ولی خب دیگه درس خوندنش و امتحاناتش دیگه بازم با خودتون. این از این. دو، این که به نظر من نمیشه که شما هم مثلا پزشکی بخونی بخوای پزشک بشی، همین که بخوای مثلا ملی پوش باشی چندین سال، همچین چیزی به نظر من ممکن نیستش. نمیدونم، حالا مثلا من بگم ممکن نیستش شما مثلا تسلیم بشی و اینا هم نباشه ها، ولی ببینید مثلا شما به نظر من باید یکیشو انتخاب کنید، ببینید درس برات مهمتره، درس بیشتر میخواد به دردت بخوره، یا ورزشتو بیشتر دوست داری، ورزشت میتونه بیشتر به دردت بخوره، اونو به صورت حرفه‌ای ادامه بدی، اون یکی رو در کنارش میتونی پیش ببری. میتونی دو سه تا چیزو با هم داشته باشی، ولی یکیشو میتونی به صورت حرفه‌ای ادامه بدی. مثلا شما میخوای پزشک بشی، خب میخوای کنکور بدی، دیدیم که صبح تا شب مثلا باید درس بخونی، فقط باید مثلا سر کتاب باشی و درس بخونی و تست بزنی و اینا. تمرین هم همینطوره، مثلا تو وقتی مسابقه جهانی میخوای بری آسیایی، باید کلن صبح بری تمرین، بیای استراحت کنی، عصر بری تمرین، دوباره شب هم که دیگه خسته میشی، یه کار دیگه ای نمیتونی بکنی واقعا به اون صورت، مگر اینکه واقعا خیلی پر انرژی باشی بتونی مثلا درست هم بخونی. میگم اونم مثلا اینجوریه، مثلا کامل همه تمرکزتو باید بذاری روش، حالا چه درس باشه چه ورزش باشه، یه جوره. خلاصه که تصمیم گیرنده در آخر خودتون باید باشید و انتخاب کنید که میخوای درس بخونی پس در کنارش ورزش هم ادامه بدی، یا میخوای ورزش کنی در کنارش درس رو ادامه بدی. مثلا یه کار دیگه هم میتونی بکنی، میتونی یکیشو به یه جایی برسونی، بعد اگر که دیگه مثلا نخواستی دیگه درس بخونی، از اونجا به بعد بچسبی به ورزشت، اگر دوست داری مربی بشی، اگر دوست داری حرفه‌ای کار کنی. اینجوری باز میگم مثلا اینا همش ایده و نظرهای شخصی من و تجربیات من بوده، باز تصمیم گیرنده نهایی شما هستید که بعد با مشورت خانواده‌تون مثلا تصمیم نهایی رو بگیرید. به هر حال من براتون آرزوی موفقیت میکنم، بدونید که شما قوی تر از اون چیزی هستید که فکرشو میکنید، و خیلی از مسائل زندگیمون به ذهن بستگی داره. وقتی که تو بگی نه بابا مثلا نمیشه، من مثلا چی جوری هم ارزش کنم هم درس بخونم، واقعا برات سخت میشه، ولی وقتی که بگی یه کاریش میکنم من میتونم، مطمئن باش همیشه یه راهی هست. خلاصه که خیلی دوستتون دارم، اگر که این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، و ممنون میشم که نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید. مراقب خودتون باشید، فعلاً.